2000 سال است که از تولد عیسی مسیح می‌گذرد. او در بیت لحم افراته شهر داوود چشم به جهانی گشود که خود آن را خلق کرده بود. مسیحایی که تمام عهد عتیق پیشگوی ظهور او را بیان می‌کرد و پادشاهی که قوم یهود منتظر آمدن او بود، برخلاف تمام تفکرات و انتظارات آنها به دنیا آمد، زندگی و خدمت کرد، مصلوب شد و از مردگان برخاست. این حقیقت که عیسی مسیح بیش از هر فرد دیگری توانسته است تاریخ بشری را تحت تأثیر خود قرار دهد در طی قرون متمادی بارها به اثبات رسیده و این تأثیر نه تنها مقطعی نبوده بلکه تا به امروز نیز ادامه پیدا کرده است. اما به راستی مسیحیت چیست و چه فایده‌ای دارد؟ آیا زندگی و آموزه‌های عیسی ناصری باعث شده جهان به مکانی بهتر تبدیل شود؟ یا مسیحیت تهدیدی برای تمدن و بقای انسان و دشمن اصلی پیشرفت اخلاقی در جهان است؟ تاریخ به ما نشان می‌دهد جهانی که عیسی در آن متولد شد، زنان را از نظر اجتماعی و عقلی تحت تأثیر قرار داد. آنها به همان حقوق و امتیازات و آزادی‌هایی که مردان از آن برخوردار بودند، دسترسی نداشتند. اما نحوه برخورد عیسی با زنان انقلابی بود. او نه تنها در مقابل فرهنگ ضد زن روزگار خود ایستاد، بلکه استانداردی جدید از مهربانی، دلسوزی و احترام را تعیین کرد. گفتن اینکه تولد عیسی نقطه عطفی در تاریخ زنان بود، اغراق‌آمیز نیست. مسیحیان نخستین قوم در تاریخ بودند که به طور منظم با بردهداری مبارزه کردند. مسیحیت بنیاد اخلاقی را نه تنها ضد بردهداری بلکه دموکراسی را نیز فراهم می کند. اعتقاد به اراده آزاد با استبداد مخالف است و به یک دولت نماینده منتهی می شود. عیسی مسیح معلم بود و به پیروان خود دستور می داد تا تدریس کنند. بنابراین مسیحیان مدارس و بعدها صومعه ها را بنا کردند. تصور زندگی بدون پیشرفت‌های فناوری علم مدرن دشوار است. علم همانطور که امروز می‌دانیم، صدها سال قبل ظهور کرد. در دوره‌ای که پیشرفت‌های بی‌سابقه در ریاضیات، فیزیک، زیست‌شناسی، نجوم و شیمی حاصل شد. تقریباً اکثر این دانشمندان مسیحی بودند. عیسی مسیح نگران همه کسانی است که از اجتماع خود رنج می‌برند. دلسوزی مسیحیان برای فقیر و بیمار منجر به تأسیس مؤسساتی برای جذامیان می‌شود و بعدها صومعه‌هایی که به مراقبت از بیماران اختصاص می‌یابند. اینها آغاز بیمارستان‌های مدرن بود. اهدای نیکوکارانه یک نوآوری منحصر به فرد مسیحی بود که باعث ایجاد سازمان‌های بیشمار معاصر بشردوستانه شد. تصورات امروزی ما از حقوق بشر و برابری منحصراً از ایده کتاب مقدس که در پیدایش یافت می‌شود گرفته شده که همه مردم به صورت خدا خلق شدند و بر این تصدیق برابری بشر گسترش می‌یابند. پولس رسول نوشت: اکنون هیچ تفاوتی میان یهودی، غیر یهودی، برده و آزاد، مرد و زن وجود ندارد، بلکه همه در مسیح می باشد. اما در مورد نقاط تاریک موجود در تاریخ مانند جنگ‌های صلیبی و تفتیش عقاید چه؟ مطمئناً سرزنش را نمی توان بر روی عیسی مسیح قرار داد.
بلکه باید بر روی کسانی باشد که اقداماتشان با تعالیم و روش زندگی وی مخالف است. بسیاری از موارد روشن در زندگی امروزی ما حاصل 2000 سال قبل است. سوابق تاریخی کاملا شفاف است، نه تأثیر فرهنگی دیگری و نه یک جنبش اجتماعی دیگر. هیچ فلسفه یا دین دیگری برای ارتقاء بهزیستی مردم بیشتر از مسیحیت کاری نکرده است. و حالا بعد از گذشت حدود 2000 سال از آن فیض عظیم، می‌خواهیم ببینیم جایگاه مسیحیت در زندگی شهروندان اروپایی کجاست؟ مرکز تحقیقات پیو در گزارشی درباره دین و نقش عقاید مذهبی در زندگی مردمان اروپایی عنوان می‌کند که افراد مسیحی در کشورهای اروپایی خود را مقید به احکام مذهبی نمی‌دانند، با این حال بر هویت مسیحی خود اصرار دارند. همچنین این مرکز با انجام تحقیقی 10 ساله به این نتیجه رسیده است که در بسیاری از کشورها تمایل جوانان به مذهب نسبت به نسل پدر و مادرها و پدر بزرگ و مادر بزرگهایشان کمتر شده. آنها همچنین دریافتند که هرچه امید به زندگی بالاتر باشد، مردم کمتر به کلیسا می روند. I think the majority doesn't believe in God. No, I think the younger generation is not. Maybe the older ones. Some. There is a group of people that believe in God for sure, but I'm not one of them. And around my group of people, I know. Not really, but it doesn't mean they're not there, of course. In Amsterdam, not so much, but we have also a Bible Belt, which is quite extreme. So a lot of people do believe. در بررسی مسئله مهم که اساساً چرا کلیسا در غرب به خصوص در اروپا هر روز بیشتر از قبل دچار اضمحلال از لحاظ تعداد افراد مراجع کننده و افرادی که عضو کلیسا میشن در واقع و به خصوص نسل جوان، باید به چند عامل اشاره بکنم. در واقع موضوع رو به این راحتی نمیتونیم پاسخ قاطع و جامعی بهش بدیم، ولی میتونیم اون رو از چند جهت مورد بررسی قرار بدیم. ولی قبل از هر چیز خوبه که به این نکته مهم و اساسی اشاره بکنیم. فقط صحبت ما بسر نرفتن به ساختمونی که اون رو کلیسا مینامیم نیست، چون که این تعریف اساساً با تعریف کتاب مقدسی از کلیسا تناقض داره. بحث اصلی ما بسر ایمان به خداست، چون که این دو مقوله رو میتونیم به صورت مجزا بررسی بکنیم. اساساً عمده مشکل در جامعه غرب مدرن امروزی بستر مسئله خداست که از اتفاقا جهانبینی انسان مدرن در واقع نشأت میگیره و جهانبینی انسان مدرن رو تعریف میکنه. چه انسانی؟ انسانی که فردگراست، انسانی که خردگراست. و ما مجبور هستیم برای بررسی این موضوع و این طرح این سوال و پاسخ درست برای این سوال پیدا کردن حتما به تاریخ سری بزنیم، مراجعه بکنیم و در این تحقیقات چاره نیست جز اینکه از قرون وسطا گذر بکنیم تا به دوره روشنگری برسیم.
چاره ای نیست جز این که از اسکولاستیک، از اندیشه های نظری و فلسفی حاکم بر قرون وسطا گذر بکنیم و جواب سوال خودمون رو از دریچه دوران روشنگری به مدرنیته امروز نگاه بکنیم. و مسئله مهم اینجاست که وقتی که به اون دوران برمیگردیم، مخصوصا به دوران قرون وسطا، کلیسا تا چند صده تنها سازمان اجتماعی و در واقع نهاد اجتماعی بود که بر نظم اجتماعی حاکم بود. یه مسئله مهم دیگه این بود که یک شخص، هویت یک شخص رو چند مؤلفه تعریف میکرد. یکی از اون مؤلفه ها محله‌ای بود که در اون شخص زندگی میکرد، خانواده‌ای که در اون رشد کرده بود، تعداد زمین‌هایی که اون شخص داشت و مسئله مهمتر این که اون شخص متعلق و عضو کدوم کلیسا بود، در کدوم کلیسا تعلیم میگرفت. پس در پس تمام این گرایش‌های کوچک و بزرگ، ولی کلیسای کاتولیک همچنان یک نظام اخلاقی داشت که مخالف ثروت‌اندوزی بود، یک نظام اخلاقی داشت که مخالف تبلیغ کالا بود. پس همین موضوع باعث می‌شد که کلیسا به عنوان یک نهاد در مقابل سرمایه‌داری بایسته. ناگفته نمونه که خیلی از کشیش‌ها و فئودال‌ها بودن که ثروت‌اندوزی می‌کردن، رباخاری می‌کردن، مخالف قانون و مخالف کلیسا انجام می‌دادن. این موضوع بحث ما نیست، برمی‌گرده به مشکل اصلی بشر که کتاب مقدس صراحتاً اعلام می‌کنه که ای انسان، قلب تو از هر چیز بیمارتر است. اینجا هلند است، کشوری که به طور سنتی دارای فرهنگ قوی مذهبی است. برای اولین بار اکثریت جمعیت هلند اعلام کردند که به هیچ گروه مذهبی تعلق ندارند. طبق اعلام سازمان آمار هلند CBS، در سال 2012 54% از این گروه در سنین 15 سال یا بالاتر اظهار داشتند که مذهبی هستند. این سهم در سال 2018 50% بود که نشان دهنده کاهش جمعیت مذهبی در این کشور است. Many see faith as complying with rules. They want to decide for themselves what is good and what is not. When someone has consciously come to faith and knows consciously dependent on God, faith is experience as something wonderful, then you would like to share that with others because you are full of it. You can believe in God and trust in God and hope for God. You can believe in Jesus as your Savior who will forgive you because you know you have sin. And you can believe in the Holy Spirit who always wants to be with you. But you cannot prove God. You cannot give faith to somebody else. God only can do that. We can tell others, and we can show what we believe and how we act. هنر، زبان، سیاست، قانون، زندگی روزمره، تقویم و موسیقی و حتی تفکر مردمان تحت تأثیر مسیحیت در طی 2000 سال گذشته قرار گرفته است. لازم میدونم که یک موضوع دیگر رو مطرح بکنم و اون که نظام اخلاقی کاتولیک هر گونه تلاش برای زندگی مادی بیش از نیاز حداقلی که انسان رو محکوم میکنه، و این در حالی که با شروع دوره رنسانس و در پیامد اون اصلاحات و بعد شروع انقلاب صنعتی و مدرنیته، غرب از این حالت خارج میشه. اومانیستی یعنی نهضت‌های انسان گرایانه انقدر رشد میکنن که بی‌توجهی به معنویات رو با خودشون به دنیای ما برمقام میارن. از طرف دیگه کلیسا به عنوان نهاد تأثیرگذار و منادی این معنویات در قرن 16 هم
نهضت اصلاحات و ضد اصلاحات رو درون خودش رو تجربه میکنه که بسیاری هم معتقدن که اون دوره کشف مجدد اندیشه های آگوستین داره شکل میگیره، یعنی اوسیان آموزه فیض در مقابل آموزه کلیسا. درک معنای این آموزه که به نظر جدیده ولی در باطن تاریخ وجود داشته و فقط زمان کشف مجددش رسیده، باعث شده که جهان با تمام ایماندارانش با یک چالش عمیق مواجه بشه، خلع سلاح هر آنچه تا امروز وجود داشت. Certainly think that the well-being of people today is a reason. It is thought that you can do everything yourself. We don't need God for that. Today's youth may think, when they start thinking about the meaning of life, that there is more than just earthly and visible life. Some are then attracted to religion to give meaning to life here and now. Not all of them will automatically end up with the Christian faith. Many will think at the church that it's something of the past or that it's boring. جهان غرب که با او روبرو هستیم، البته منظور من وقتی میگم از جهان غرب منظور غرب جغرافیا رو صحبت نمی کنم، بلکه غرب تاریخی و غرب فرهنگی رو مد نظر هست. به هر روی همونقدر که به شخص غرب قرون وسطا رو غرب دینی و یا مذهبی نمیدونم، یا بهتر بگم غرب خدا محور نمیدونم، به همون اندازه غرب امروز رو معنوی به معنای اصیل کلمه نمیدونم، چرا که با یک نظر اجمالی به نظریات متفکرین و متعلقین و فیلسوفان عصر که گذروندیم، عصر حاضر، قرن بیستم و قرن نوزدهم، میتونیم به این موضوع پی ببریم. اجازه بدین از این همه به جمله معروف فریدریش نیچه به نمایندگی از قشر متفکر و فلاسفه دو سه قرن اخیر اشاره بکنم، بسنده بکنم که گفت خدا مرده است. البته این جمله نیچه خودش جای بحث داره، بسیاری رو در تقابل با ماتریالیستی نمیدونه، بلکه منظور این رو میدونن که او گفته انسان‌ها خدا رو کشتن. در صورت معنا هر چی که باشه حال احوال این روزهای جهان ماست. شاید به نوعی جواب سوال مطرح شده در این برنامه باشه که وقتی بشر تصمیم گرفت که خدا باشه، در این مقام جدید اجازه داره هر کاری بکنه. یعنی انسان میتونه مبنا باشه، میزان باشه، معیار باشه، آغاز و پایان خودش باشه. یعنی انسان اساساً خود خدا باشه. جهانی که در روز زندگی می‌کنیم انسان محور شد. انسان مدار شد. در سال 2018 24% از جمعیت هلند در سن 15 سال و بالاتر وابسته به کلیسای کاتولیک رومی بودند. 15% پروتستان ها را تشکیل می دادند، 5% مسلمان و 6% هم اعلام داشتند که ایمان دیگری مانند یهودیت یا بودیسم دارند. این در حالی است که در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا درصد قابل توجه و بالایی از مردم از مذهب پیروی می کنند
و این آمار در حال افزایش است. نکته قابل تأمل افزایش آمار پیروان مسیحی در کشورهایی است که آزادی مذهب در آنها نقض می شود. ایران یکی از آن کشورهاست. در داخل کشور پایه‌های ایمان مردم به خصوص نسل جوان را متزلزل کنند، از طرق مختلف، از ترویج بهائیت، از ترویج شبکه کلیساهای خانگی. اینا کارهایی است که امروز دارد با مطالعه و تدبیر و پیشبینی دشمنان اسلام انجام می‌گیرد. هدفش هم این است که دین رو در جامعه ضعیف کند، برای اینکه ایمان مردم را به اسلام و مقدسات اسلامی کم کنند. حاکمیت در ایران همیشه نگران این است که مردم باور دیگری را جایگزین باور اسلامی کنند و صراحتاً بر برخورد جدی با مسیحیان تبشیری و به ویژه نوکیشان مسیحی تأکید دارد. این برخوردها با نوکیشان مسیحی در ایران روز به روز در حال افزایش است و این سیاست همیشگی نظام اسلامی در ایران می باشد. ایران تو سرزمین ودگاه، ایران برون شوز تو سیاه، ایران که تخت پادشاه عالم به پا شود در این نواهی. ایران اگر که حربه شریران هجوم مرده بر دلیران، به فیض خون پاک عیسی نجات میرسد به ایمان. ایران اگر دلش شکنج دیده، جفا زهر من کشیده، عبر زیاد و فاطرات که بعد یه زفر رسیده. شاید بد نباشه که در مقام مقایسه نگاهی بکنیم به آمارهایی که در سازمانهای مسیحی و غیر مسیحی منتشر میشه از تعداد افرادی که در جوامعی مثل خاورمیانه مخصوصا ایران دارن به عیسی مسیح ایمان میارند، به کلیسا میرند و یا مشارکت میکنند و خدمت میکنند و مشتاق هستند، مخصوصا در 20 یا 30 سال اخیر. یک آمار جالب میگه که بیش از 1.5 میلیون ایماندار به عیسی مسیح به صورت مخفیانه در کلیساهای زیرزمینی یا به اصطلاح کلیساهای خانگی داخل ایران مشغول فعالیت هستن، مشغول خدمت هستن. این تازه در صورتی که عده زیادی مجبورن ایمان خودشون رو بنا به دلایل مختلف مثل مشکلات اجتماعی، مسائل خانوادگی و همینطور امنیتی بازگو نکنن. در واقع این رو باید در این آمار در نظر بگیریم که تعداد افرادی که داره اعلام میشه بیش از این اعداد و ارقام خواهد بود. طبق آمار سازمانی مثل Open Doors بیش از 250 میلیون ایماندار به عیسی مسیح در سراسر جهان در کشورهای مختلف تحت ظلم و جفا زندگی میکنند، من جمله ایران. البته این نکته مهمه که بدونیم که مسئله جفا و به عیسی مسیح و کلیسای او، پیروان او، مسئله امروز و دیروز نیست. ایمانداران به عیسی مسیح در طول تاریخ مورد ظلم و جفا قرار گرفتن و حتی خود عیسی مورد ظلم و ستم مذهبیون زمان خودش بود و همینطور حکومتی که داشت در رو زندگی میکرد و خدمت میکرد و آخر هم مصلوب شد و پیروان ما هم همینطوری که پس از دیگری کشته میشن تا به امروز این داستان همینطور ادامه داره. ایران به خون پاک بیگنان، به عشق چشم بیقراران، شکوه تخت و تاج عیسی حیات میدهد به یاران. ایران اگر ز جهل کینه ورزان امید مرده در جوانان، بدان که با دم مسیحا ما میشود زمستان. مارک برادلی یکی از پژوهشگرهای مسیحی در گزارش خودش اینطور مینویسه در رابطه با ایمان افرادی که در ایران دارن به عیسی مسیح ایمان میارن، میگه که یک رشد رو به انفجار رو در گرویدن مردم بعد از انقلابی که 40 سال پیش در ایران اتفاق افتاده در جامعه ایران داریم تجربه میکنیم، مخصوصا رشد مسیحیت که در 25 سال اخیر اون رو میتونیم با 13 قرن اخیر تاریخ ایران مقایسه بکنیم.
و یک آمار عجیب ولی مهم رو اجازه بدین بگم، آماری که خود سازمان خدمات مسیحی ما یعنی خانه ام داره تحقیق میکنه، بررسی میکنه. بعد از ارسال کتاب مقدس، بعد از حمایت و کمک هایی که برای رشد به اون جامعه انجام میشه، بعد از تحقیقات آنلاین مجازی و غیر مجازی مخصوصا در بین نسل جوان ایران و افغانستان، نکته مهم اینجاست که این عزیزان مطالعه کتاب مقدس رو صرفا مطالعه خشک و بیجان یک کتاب مذهبی نمیدونند، بلکه یک نوری در تاریکی قلب هاشون احساس میکنند، یک آبی در بیابانهای خشک زندگیشون و یک آرامش و تسلی به جانهای خسته اونها. این آمار میگه که اونها در کتاب مقدس و بشارت انجیل با خدای آشنا شدن که 1400 سال از اونها مخفی شده بود و سانسور شده بود. ای خداوند مهربان، مسیح من توی، شبان آسمانی تنها ملجایم تو هستی، حامی و راهم تو هستی، جز تو هیچ یاری ندارم، مسیح من تویی. جهانبینی اکثریت در دنیای امروز وجود انسان را در مرکز همه چیز می داند. تغییر فرهنگ به سمت فردگرایی و انتخابهای شخصی نگرش جامعه را به خدا تغییر داده است. دنیای امروز دنیای فردگراست و بر فردیت استوار است و حاصل چنین تفکر و اندیشه ای چیزی جز گرسنگی معنوی نیست. بین این تفکر جهانی شده و کلیسا شکاف فرهنگی وجود دارد. از بین بردن این شکاف مأموریت اصلی کلیسا و مسیحیان است. پیام عشق انجیل برای همه انسان هاست. اگر نسل امروز به کلیساها نمی آیند، بنابراین کلیساها باید به سراغ آنها بروند و تغییرات لازم را در ذهن و زندگی آنها ایجاد کنند. We would like to have young people in church, but as I said, it often depends on their parents or grandparents to keep in contact with the church. Some people have bad experiences with the church or church members, for example, through reports of sexual abuse. And the battle between Christians from different churches can also be a reason. In churches where not many young people or children are left, they seem to accept that. In many traditional churches, especially the older people remain. Of course, we would like to have them here, and they are always welcome. اگر بخواهیم حقیقت را در صحنه فرهنگی این نسل شهری وارد کنیم، فرصت‌های بسیاری وجود دارد. عیسی مسیح مسیحیان را به بیرون از کلیسا، به خیابان‌ها، کلوب‌ها و جشنواره‌ها و مکان‌هایی که مردم باید حقیقت را بشنوند، فرا می‌خواند. انسان امروزی به آگاهی و پیشرفت‌های خود تکیه دارد و حضور خدا را در زندگی خود ضروری نمی‌بیند. بعد از تمام این صحبت‌ها جا داره که امروز درباره این موضوع مهم کمی بیشتر تأمل بکنیم که وظیفه ما ایمانداران به عیسی مسیح در قبال جهان پیرامونمون چیست؟ در قبال کانون خانواده، در قبال کودکان و جوانان و جوانان چیست؟ آیا باید دست رو دست بگذاریم و فقط نظارگر باشیم؟ مسیحیان منفعل باشیم؟ آیا باید در خانه بنشینیم و از شرکت کردن در هر گونه جماعت یا شرکت کردن در کلیسا خودداری بکنیم؟ کتاب مقدس ما رو شریک کار خدا و پیشبرد ملکوت عیسی مسیح بر روی زمین میدونه.
من و شما شرکای عیسی مسیح هستیم، همچنان که شریک در فیض او هستیم که شامل حال همه ما شده به طور یکسان، همچنان شریک درد و رنج‌های یکدیگر هستیم. عیسی نیومد تا ما ساختمان‌های عظیم و زیبا به نام کلیسا بنا بکنیم، تا به پست و مقام و پول و یا هر چیز دیگه‌ای برسیم. عیسی نیومد تا ما هر کدوم جداگونه فقط رهبران باشیم، بلکه خادمیم. مسیحیان باید چهره واقعی عیسی مسیح را برای نسل کنونی روشن و شفاف کنند. عیسی مسیح مأموریت کلیساها را خدمت به این جهان جفا کننده می دانست. محبت و راستی در مقابل کینه و دروغ. بزرگترین موزل جهان امروز رابطه است، برقراری رابطه و پایداری در اون. اتفاقی که در قرن اول در همان اوان تشکیل کلیسا به بهترین شکل خودش انجام شد. کتاب مقدس میگه شاگردان عیسی همه در یک جا جمع بودن، زندگی میکردن، یک نان داشتن ولی اون رو با هم دیگه تقسیم میکردن. یادم هست چند وقت پیش خانواده پناهجویی به من میگفت بعد از چند سال زندگی در یک کشور پناهنده پذیر مهمان هیچ خانواده‌ای نبود، یعنی کسی نبود که من و خانواده‌مو دعوت بکنه اونجا. وقتی رابطه‌ای شکل نمیگیره، چطور ما میتونیم از مسیح و انجیل صحبت بکنیم؟ چطور میتونیم از فیض او صحبت بکنیم؟ چطور میتونیم از محبت او صحبت بکنیم؟ چطور میتونیم افراد به کلیسا دعوت بکنیم؟ و دومی مطلب مهم که خیلی مهم هست، ادعای بزرگ عیسی مسیح در کتاب مقدس اومده. عیسی گفت من آب حیات هستم، هر کی از من بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد. ما این آب حیات رو دریافت کردیم، ولی حاضر نیستیم اون رو به صورت مساوی با دیگران به اشتراک بذاریم. آب برای خاموش کردن و آروم کردن آتش، برای رفع تشنگی. دعا بکنیم، دعا بکنیم که خدا به ما کمک بکنه که چطور و چگونه به بهترین روش این آب حیات رو برای دفع آتش گر گرفته مشکلات و شکستگی ها و ناامیدی های این دنیا به کار ببریم. دعا بکنیم تا خدا به ما کمک بکنه تا این آب حیات رو برای رفع تشنگی این دنیای تشنه به کار ببریم. God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, everything that we do, and we reach towards you. I surrender.